به نام یاد خدا سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه برابر است با 25 دلو سال 1401. در آغاز سرخط چند خبر مهم. احتمال افزایش شمار تلفات شهروندان کشور در زمین لرزه ترکیه. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که هویت 116 افغان که در زمین لرزه ترکیه جان باختند تثبیت شده است. مطابق نقشه که می‌بینیم بیشترین قربانیان ما در ولایت آتای داریم که 74 نفر تثبیت شده، در ولایت آدیامان 34 نفر است و در ولایت مالاتیا 8 نفر. خواست ها برای بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها بر روی دختران کشور. شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی میخواهند که دانشگاه ها را بر روی دختران باز کنند. خواست ما از امارت اسلامی است که دانشگاه را بر روی دختران باز کنه. به حق ما اسلام بر من حق داده و بر زنها حق داده که تحصیل کنند. جان باختن صدها کودک در اثر سردی هوا در کشور. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید در بیش از یک ماه گذشته 180 تن از اثر سرما، سیلاب و آتش سوزی در کشور جان باخته. ساتی هواد صدیرش تو ولایتونو که دیو سلاحتیات خزیات کسان شهیدان لطیش شد خزیات کسان تپیان اولیا سل پنزوس خزیات هستو کنزی پنی ما و بشپرد توگا و جرشی او نگدی اتیا زر چاروی لمن زتردی. اثرهای برشکستگی اقتصاد پاکستان بر افغانستان و هشدار سازمان ملل درباره افزایش تنش ها میان اسرائیل و فلسطین. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من صبغه صبه. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که هویت 116 افغان که در زمین لرزه ترکیه جان باختن تثبیت شده است. به گفته این سفارت احتمال تلفات بیشتر افغانها در این زمین لرزه وجود دارد. در همین حال روند گردآوری کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه ترکیه از سوی اقشار مختلف در افغانستان آغاز شده است. این در حالی است که آمار جان باختگان زمین لرزه پسین در ترکیه و سوریه از مرز 37,000 تن گذشته است. نصیر احمد صالح از هرات گزارش می‌دهد. زمین لرزه ویرانگر در 10 ولایت ترکیه جان هزاران تن به شمول شهروندان افغانستان را گرفته است. بر بنیاد آمارهای سفارت افغانستان در ترکیه تا کنون هویت 116 مهاجر افغان که در این زمین لرزه جان باختند مشخص شده است. مطابق نقشه که می‌بینید بیشترین قربانیان ما در ولایت آتای داریم که 74 نفر تثبیت شده، در ولایت آدیامان 34 نفر است و در ولایت مالاتیا 8 نفر. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این برنامه بیش از 50,000 دلار آمریکایی را با آسیب دیدگان زمین لرزه ترکیه کمک کرده است. در فاریاب نیز صندوق خیریه گذاشته شده و مردم برای آسیب دیدگان این زمین لرزه کمک گردآوری می کنند. اداره هلال احمر افغانستان نیز 4.5 میلیون افغانی را از بحر کمک به آسیب دیدگان به سفارت ترکیه در کابل تحویل داده است. پیش از این امارت اسلامی 15 میلیون افغانی کمک به زلزله زدگان ترکیه و سوریه اعلام کرده است. 56,500 دلار توسط تجار و اتاق ولایتی هرات نقدان به کنسولگری محترم ترکیه توسط والیس ولایت هرات و اتاق تجارت تقدیم شد. ملت عزتمند افغانستان و خصوصا ملت هرات در همه برهه‌ها آماده خدمت برای برادران ترک خود در ترکیه و اگر امکان و مساعد باشه برای برادران مستضعف خود در سوریه است. در حال افغانها اقدام به گردآوری کمک با آسیب دیدگان زمین لرزه ترکیه کردند که در یک سال گذشته حکومت و نهادهای خیریه ترکیه هزاران تن مواد غذایی، بهداشتی و پوشاک را با افغانها کمک کردند. من به نمایندگی از مردم ترکیه از این کمک های نقدی که نمونه دیگری از همبستگی در شرایط سخت بین برادران افغان و ترک است تشکر می نمایم.
بر بنیاد آمارهای رسمی در نتیجه این زمین لرزه تا کنون 37 هزار تن در ترکیه و سوریه جان باختند و ده ها هزار تن دیگر زخم برداشتند. در عملیات دیشب بر یک مخفیگاه داعش در ناحیه هشتم شهر کابل شماری از اعضای این گروه کشته شدند و شماری دیگرشان بازداشت شدند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این عملیات پس از شام دوشنبه آغاز شد و تا ساعت ده شب ادامه یافت. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که شاخه خراسان داعش در افغانستان حضور دارد و واشنگتن در برابر تهدیدهای این گروه گام خواهد برداشت. این بخش کابل دیشب گواه انفجارهای پی هم و شلیک گلوله ها بود. نیروهای امارت اسلامی بر یک مخفیگاه داعش در منطقه کارته نو کابل عملیات را برا انداختند. 5:30 بجه روز بوده که یعنی شام بوده که همین موضوع شروع شده که نیروهای امنیتی آمدن و مردمانی که در دو تا خانه بودن داعش بودن و اینا را دستگیر کرده. بدی کوسه که چی ورسیدل نو چا سره دسی یعنی روابط ندرلودل. زکه دوی ځان نو دسی بیخی خفیه غوندی کړی ول. چاسرین روابط دردل نه جماعت تتلل. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در جریان این عملیات شماری از اعضای گروه داعش کشته و شماری دیگرشان بازداشت شده اند. به گفته زبیالا مجاهد این افراد در برخی از حمله های اخیر در شهر کابل دست داشتند. عملیات په پایله کې ګنشمه ده دوی کسان وزل سی بی او یو تعداد ژوندینی ول سیس په بهرنیات بامستا او بلدا د سی پټنځای مکمل لمن زتلې ده. عملیاتو تر لاس وجو شپې دوام وکړه ځکه سیمه مزدحم او عملیات ورو تر سره کېدل. سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که گروه داعش هنوز هم در افغانستان وجود دارد و اگر امریکا از این ناحیه تهدید شود واشنگتن در برابر آن گام خواهد برداشت. رئیس جمهور بایدن تعهد جدی کرده است که بر داعش متمرکز بماند و اگر لازم شود و در صورت مشاهده توطئه هایی که امریکا و شرکای ما را هدف قرار می دهند در برابرشان اقدام کند. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این سخنان وزارت خارجه امریکا می گوید که گروه داعش در افغانستان شکست خورده است و نیروهای امارت اسلامی در برابر داعش پیکار می کنند و در این زمینه به پشتیبانی کشورهای دیگر نیاز نیست. باید امارت اسلامی بیشتر توجه بکنه به خاطر تامین امنیت افغانستان و به خاطر آرامش خاطر مردم افغانستان و همچنان اطمینان برای کشورهای جهان. گروه داعش و دیگر گروه تروریستی به ثبات افغانستان یک خطر بود، یک خطر هست. این در حالی است که در ماه‌های پسین گروه داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل، مهمانخانه شهروندان چینی، حمله بر کارمندان وزارت امور خارجه و برخی مکان‌های دیگر را بر عهده گرفته است. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که تعامل با افغانهایی که فرصتهای آموزشی و کاری را برای هموطنانشان فراهم میسازند امید کلان خلق کرده است. این مقام آمریکایی میافزاید که با یک بنیاد آموزشی درباره ایجاد فرصتهای آموزشی برای بانوان و پسران در داخل و بیرون از افغانستان گفتگو کرده است. از سوی دیگر شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی میخواهند که دانشگاه را بر روی دختران باز کند. حسینه معتصم از دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل است. او پس از بسته شدن دانشگاه ها نگران آینده اش است. مکاتب و آموزشگاه ها دانشگاه ها بر روی تمام دختران بسته شد که این یک سرنوشت نامعلوم به دختر است که آینده ای زیاد معلوم نیست که چی میشه که یا نیمی قشر یک جامعه را اصلا نادیده گرفتند. اسوی هم نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که با معاون وزیر خارجه قطر و یک بنیاد آموزشی در دوحه درباره پشتیبانی از زنان و دختران افغانستان گفتگو کرده است. همزمان با این شماره از استادان دانشگاه ها و دانشجویان میگویند که حکومت سرپرست باید با مشکل تعلیق دانشگاه ها بر روی دانشجویان دختر پایان دهد. بازگشایی مکاتب برای دختران و بازگشایی پوهنتون ها برای دختران افغانستان نه تنها یک مشکل داخلی را حل بکند بلکه برای یک رابطه خوب با کشورهای جهان و جامعه جهانی یک قدم مثبت بگذارد. خواستم از امارت اسلامی است که دانشگاه را برای دختران باز کنه. هی حق ما اسلام برمان حق داده و بر زنان حق داده که تحصیل کنند.
پیش از این معاون اداری ریاست الوزراء در سیمینار دینی و علمی برای استادان دانشگاه‌های مرکزی بر تقویت نهادهای تعلیمی تاکید کرده است. ما اگر دعوا میکنیم که ما وطن خود را این میکنیم آن میکنیم، همه خواب و خیال است. اول دستگاه‌های تعلیمی خود را ما شما هم از نگاه کوالیتی و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم، اپدیت نسازیم، در او صورت هیچ گام ما نمیتانیم. امارت اسلامی در تصمیم تازه‌اش حضور دانشجویان دختر را در آزمون نهایی پزشکی به تأخیر انداخته است. نزدیک به 2 ماه پیش آموزش بانوان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور از سوی حکومت سرپرست به حالت تعلیق در آمده است. فردا روز 26 ماه دلو 34مین سال روز خروج اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان است. شماری از بازماندگان قربانیان حمله شوروی پیشین میگویند که نیروهای روس دست به کشتارهای گروهی زدند. از سوی هم حکومت سرپرست این روز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلام کرده است. فرشاد داریوش. توریالای از بازماندگان قربانیان حمله اتحاد جماهیر شوروی پیشین در کشور است. میگوید که در حمله نیروهای اتحاد شوروی پیشین به شمول پدرش 5 تن از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است. بابی ما 7 پسر داشت، در ضعف هر 6شان شهید شدند که یک دانش پدر ما است و این یک خاطره تلخ و نافرامش شدنی است از اعضای خانواده ما. کسان دیگری نیز هستند که خاطرات تلخان دوره را به یاد دارند. کشتارای دست جمعی کردند، 2 نفر 15 نفر یک جای در باغچه استاد کردند، ضربه کردند سرشان، کشتندشان رفتند. 40 نفر از دیر خاک کشیدیم، یک روز 40 نفر کشیدیم. دیگه تو روزا می شد که فامیلی همین دیوالای ما همین شب آروسیش می بود که صبح به شهادت می رسید. هرچند حضور بیش از 9 ساله شوروی پیشین در افغانستان سبب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین شد، اما این جنگ ها جانهای نزدیک به 2 میلیون تن را در افغانستان گرفت و هزاران تن دیگر را معلول ساخت. حضور روسها در افغانستان جانب مثبت منفی دارد. مثلا اگر روسها می ماندند جنگ نمی بود، مخالفان بلاک غرب حمایت نمی کرد، ما تسلیحاتی نمی کرد، وضع افغانستان امروز بدتر از اوضاع کشورهای آسیای میانه نبود. در این جنگ 14,000 تن از ارتشیان شوروی پیشین نیز کشته شدند و سوی دیگر برایند این جنگ از بود سیاسی و مالی به اتحاد شوروی پیشین زیان بار تمام شد. روسان و مات دیر شکارا و یعنی اوز که دو سری او گورو در امریکایان و مات دونی نده شکارا لکه روسان. روسان و مات پا دیر شکارا و چه روسان و طول آقا ملکونی چه آقا دوی پا قبضه که و آقا ملکو چه ازادی ور کرلو. لشکرکشی ارتش سرخ به افغانستان از همان آغاز با واکنش های سازمان ملل متحد روبرو گشت. در قطعنامه مجمع عمومی این سازمان در ماه جدی سال 1358 هجری خورشیدی بر بیرون شدن بی قید و شرط و بدرنگ این نظامیان از افغانستان تاکید شد. روسیه تحت فشار ذهنیت جامعه جهانی و فشار غرب ناگزیر شد از افغانستان که به عنوان حمایت طبق فیصله ماده 51 سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل آمده بود دوباره برگرده و افغانستان مثل همین امروز به انزوا رفت. 34 سال پیش در روز 26 ماه دلو سال 1367 سربازان اتحاد جماهیر شوروی وقت از پل مرزی میان افغانستان و ازبکستان گذشتند و حضور بیش از 9 سالشان را در افغانستان پایان دادند. اما پس از آن جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در 1 ماه پسین میلادی صدها کودک در افغانستان به علت سردی هوا و بیماری جان خود را از دست دادند. از سوی هم وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که در بیش از 1 ماه گذشته 180 تن از اثر سرما، سیلاب و آتش سوزی در کشور جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. بنفشه بینش جزئیات می‌دهد. روشان الله کودک 12 ساله و بی سرپرست است که در یک پرورشگاه در ولایت میدان بردک زندگی می کند. می گوید که در حال حاضر او و دوستانش به لباس گرم و خوراک نیاز دارند.
زموږ د فامیل غړي چې دي شپږ نفره دي او نور عوام سره د داسې دي سوان توکي هم نه لرو او کوټې مو هم ډېرې یخې دي دي نه لرو جانپار څه شی نه لرو. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، در یک ماه پسین بیش از 180 تن از شدت سرما و حوادث طبیعی در کشور جان باخته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. در او سطح هواد پسلیرشت ولایتونو که در یو سل احتیاط خزیات کسان شهیدان، لطیر شد خزیات کسان تپیان او لیو سل پنزوز خزیات حسوگنزی به نیما و بشپرد توگه و یرشیوی، او نگدی احتیاط را چاروی لمنزت لدی. از سوی هم آگاهان امور اجتماعی میگویند که حکومت برای کاهش و پیشگیری از مرگ و میر شهروندان در فصل سرما، امکانات سوخت، دارو و درمان را در بخش های آسیب پذیر در دسترس شهروندان قرار دهد. دولت باید کدام کارها را انجام دهد؟ باید وسایل و امکانات سوخت و سوز نازل قابل دسترس بسازد و همچنین وسایل دارو درمان و وسایل مسافرت به شکل رایگان حتی قابل دسترس برای مردم بسازد. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که در ماه جنوری سال روان میلادی صدها کودک به علت سرما و بیماری در افغانستان جان باخته اند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. وزارت اقتصاد میگوید که حکومت سرپرست میکوشد تا افغانستان از مشکلات اقتصادی موجود در پاکستان بیشتر آسیب نبیند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که ورشکستگی اقتصاد پاکستان بر توسعه اقتصادی افغانستان نیز اثر بد خواهد گذاشت. بر بنیاد آمارهای این اتاق افغانستان 70% از کالاهای مورد نیازش را از پاکستان وارد میکند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که افزایش بحران مالی و چالش‌های اقتصادی در پاکستان بر توسعه اقتصاد افغانستان اثر منفی خواهد گذاشت. این آگاهان اوضاع اقتصاد پاکستان را نگران کننده می‌خوانند و میگویند که در حال حاضر این کشور نمی‌تواند مانند گذشته از اوضاع افغانستان به سود خود استفاده کند. تکس یا سودی را که از IMF قرضه گرفتن اینا پرداخت نمیتونن، فعلا در شرایط بسیار وخیم قرار دارن و بالای افغانستان طبعا تاثیر گذار است. در حقیقت تمام کمک های بشری و خود افغانستان در یک فاجعه انسانی و اقتصادی قرار داره، منبع اساسی تمویل سرمایه‌ای پاکستان از میان رفته. با این حال اما وزارت اقتصاد میگوید که حکومت سرپرست تلاش کرده است تا افغانستان از بحران اقتصادی موجود پاکستان کمتر آسیب ببیند. هر نوع بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه میتونه روی وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی داشته باشد. اما مدیریت و برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیق در افغانستان سبب شده که از مشکلات اقتصادی همسایه ها از جمله پاکستان، افغانستان زیاد متأثر نشود. با این وجود برخی از آگاهان در پاکستان میگویند که درخواست وام از سوی پاکستان از سازمان صندوق بین المللی پول نیز نتیجه ای را در پی نداشته است. دواره غاله بریالی شوی نوی کامیاب شوی دواره غاله نوی چی یو هوکر تو رسی پاکستان یو اشار یا دو میلیارد دلاری یو نوی کست اغی لپاره خبری کی خود IMF شرایط داسی وو چی پاکستان تروس پوری اغا ندی منلی. بر بنیاد گزارش ها بحران اقتصادی در پاکستان ارزش روپیه این کشور در برابر دلار آمریکایی را به گونه‌ای بی پیشینه کاهش داده و بهای اقلام در این کشور نیز به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته است. شماری از بانوان تجارت پیشه از نبود بازار برای فروش ساخته های دستیشان شکایت دارند. این بانوان میگویند که به علت نبود کار اکنون با چالش های فراوان اقتصادی نیز روبرو هستند. در همین حال سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که امارت اسلامی به دنبال ایجاد بازارهای داخلی و خارجی برای بانوان صنعتکار است. این بود خبرهای ساعت 6 که تقدیمتان شده. از همراهتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.